سلام مخلصم، جواب محبی سلام. سلام منم مخلصم، سلام عرض کردم. مخلصم خوبه آقا؟ سلامتی؟ ماشاءالله ماشاءالله. درود بر جناب خانی عزیز با این هیبت نازنین همیشگی، درود بر جناب محبی عزیز. محبی عزیز و از ارادت دارم خدمتتون قربان. You have the control sir. خواهش بفرمایید میکنم. آقا استاد، بفرمایید. نه خواهش میکنم استاد، شما بفرمایید قربان، ما در خدمتتونیم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حمزه‌ای، استاد عزیزم آقای مرتضی خانی و کارگردان های پشت صحنه، مخصوصا اونایی که بیشتر زحمت میکشند و این برنامه رو اداره میکنن. همچنین عرض ادب دارم خدمت خانم پروری و فرزندانشون، اگه انشالله زیارت کردیم، چون امروز بحث ورود پیکرهای پاک این عزیزان هست، من سعی میکنم بیشتر در این مورد باشه. هر حرفایی که میزنیم روز جنگ و حمله بودن گفته شد که ساعت دو حمله شد، سه و از ظهر ما رفتیم پای آبه ما، بعد خدا بیامرز همین دانش پور اومدن گفتن امروز خودکشیه، بریم بخوابیم، بعدا خبرتون میکنیم. صبح ساعت چهار، چهار رو به صبح بود، اومدن زنگ در خونه ما رو زدن. اون موقع فلایت دوم بودیم ما تو اون 140 فروندیه. لیدرمون اون موقع سروان اسدالله بربری بود، یادش بخیر. شماره دو من بودم، شماره سه مون عباس اعجازی بود، شماره چهار فاضل بهمنی. ما ستای یک و دو و سه توی بلوش بودیم. من طبقه پنجم بودم، اعجازی طبقه سوم بود، زندیات اسدم طبقه اول. از همون بالا که صدا کردم ما آمدیم، رسیدیم در خونه اسد جان عزیز. خانمش در وا کرد، برق و مرق انقدر سیاه تو آشپزخونه یه شمع روشن کرده بود، یه سفره کوچولو انداخته بودن. ایشونو گفتم بیان ترک داریم میرین یه لقمه یه چیزی بخوریم. شیر داغ کرده بود و چای آماده بود اون موقع صبح. بعد خلاصه اون پنیر سنتی خودمون یکی دو سه لقمه خوردیم، اومدیم سوار مینیبوس شدیم و رفتیم. از روز قبلش هم من یه چیزی مربوط به همین بازگشت پیکر پاک این عزیزان میشه که خودم نوشتم، محمد حجتی فراموش شده بود. باز زیر شلتراز بود، بال هواپیما که نشسته بودیم، ساعت حدود 3:30-4 به از ظهر بود که یه دمدمای غروب امیر دانشپور اومد گفت فلانشون بری. حجتی به من گفت فلانی سیگار داری؟ گفتم آره. از این سیگارهای ماربورو بلند جیب لباسا رو در بردم، یه دونه دادم دستش، گفتم بیا بکش، فردا اگه صدام بگیردمون سیگار اشنا هم بهمون نمیده. خندیدیم اونجا، خلاصه گفتیم و خندیدیم. و فردا صبحش که رفتیم سه تا از بچه ما بر نگشتن، یکیش همین حجتی بود و زندیات علی جانشالو بود و استاد غلام حسین افشین‌آذر. و خلاصه صبح ما صبحونه رو خوردیم و خانم بربری پذیرایی خوبی از همون کردن که هیچ وقت من یادم نمیره. بعد اومدیم دیگه، پروازه انجام شد، فلایت اولمون جناب امیر سلیمانی و جناب استاد شریفی راد بودن، دو فروند اول و دوتا قدر گذاشته بودن. بعد ما فلایت دوم بودیم که رفتیم و برگشتمونم تقریبا، حالا دیگه قبلا من گفتم زیاد به ذکرش نیست، من فقط این نکته رو بگم چون این فکر کنم همه خلبان ها اینو درک میکنن، ولی شاید غیر خلبان ها زیاد درک درستی نداشته باشن چون نمیدونن. یه لیدر پرواز تقریبا یه سه نفر که میذارن تو بالش میاره، این که یه مادر دو تا بچه زده زیر بغلش، یکی رو دست چادرش گرفته داره میبره تو بازار، مواظبه که اینا طورشون نشه به هیچ وجه. یه همچی حالتی داره. ما رفتیم اون روز اول جنگم، چون آنچنان تجربه جنگی نداشتیم، هم گفته بودن هر کس زد یه دو تا جینکاتو بیاد کف زمین سمت، اگه یادم نرفته باشه 60 درجه رو بگیریم بیاین کف زمین تا برسیم به دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه رو دیدین کلیره، بیاین بالا. ما هم طبق همین پروسیجر این شماره دو بودم، رسیدیم به نقطه پاپ اپ. اسد خدا بیامرز گفت نامبر وان پاپ. 5 ثانیه بعدش هم ما کال کردیم تو پاپ، رفتیم و بمب رو زدیم، پایگاه موصل هم بود. بعد من طبق همون بریفی کرده بودن اومدیم کف زمین، اومدم
اومدم رسیدم لب دریاچه ریزای ارومیه، یه خورده دوبشک بودم، نکنه درست اومدم، نکنه اشتباه اومدم، اینجا دریاچه ارومیه است. یه ذره اومدم جلو اون جزیره وسط چی دیدم، همین دماغ حدود 450-500 متر سرعتم دماغ آوردم بالا، حدود 2000 پا نیومده بودم بالا، دیدم یه صدای این خدا حفظ خدا بیامرزدش اسد بربری، دیدم یه حالت زاری دیگه بکنم قطع امید کرده بود. عطا 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 کجایی؟ گفتم والله من یه سمت دادم ریدیال فلان 190 مایل، ریدیال فلان 90 مایل. گفت چجوری رفتی؟ من 120 مایلی هم. گفتم دیگه خلاصه تقصیر من نیست، اومدیم که اون روز حجازی و بهمنی بنزین که آوردن ارومیه نشستن، منم با یه شدم 300 تن بنزین رسیدم بالاخره تبریز، نشستم و خدا زنده یاد بربری هم پشت سر من اومد. موقع که ما نشستیم تازه آفتابش طلوع میکرد، یه یواش یواش بقیه بچه ها اومدن، اون سه نفر هم که بر نگشتن. این کل اون روز اول ما بود از جناب بربری. از آقا مرسا شما بفرمین، یه خوردن ما گوش کنیم. سلام علیکم، درود به شرف شما، درود به شرف رزمندگان. روز اول جنگ، روز سه‌شنبه 31 شهریور، من در سردشت در محاصره ضد انقلاب بودم و جان میگم به همراه عبدالحمید نجفی، اون گردان معروف که شب راه افتاد بیاد با. واقعا یکی از افراد قهرمان و باشرفی که ما میتونیم یاد بکنیم. همه خلبانا بودن، به خصوص حمید نجفی و حمید نجفی و من سیاد شیرازی رو خیلی کمک کردیم. یعنی اگر سیاد شیرازی خب زمینه شد داشت، ولی ایشون شاید 80% و 20% بقیه رو من کمک کردیم و ایشون به اصطلاح نمودار شد و نامی شد قبل از شروع جنگ. به هر حال جنگ تن به تن از شب قبل شروع شده بود و من درخواست کردم از جناب مرتضی فرزانه فرمانده پایگاه و محبوب ماکویی که آره تا اگر تا زور به ما کمک نرسه همه قتل عام خواهند شد. و اسدالله بربری، شهید اسدالله بربری با جناب کریم قوامی نومدن و اونجاهایی که قرار بود ما مثلا پاکسازی بکنیم پاکسازی کردند و من درخواست کردم که یک لوپس برن. وقتی که لوپس در حقیقت مثلا سرعت صوت رو بشکنند و این کار رو کردند و خوشبختانه ما از معاصره نجات پیدا کردیم و خداحافظی کردیم رفتم. یه مرتبه پشت در اینا من متوجه شدم صدای هواپیما داره میاد، برگشتم باشون با VR-66 صحبت بکنم، دم جواب ندادم. با VR-33 این اومد تماس گرفتم، یکی از زاهدان جواب داد، یکی از بندرعباس هواپیما، یکی از همدان هواپیما خودی، در صورت که همون موقع هواپیمای عراقی بودند و رفتن پایگاه رو زدن. من همیشه سفارش کارهای خودم رو به شهید فکوری، شما تلفنش هم تو ذهنم هست، به شهید فکوری که فرمانده نیروایی بود میدادم، به جناب فرزانه میدادم. و جنگ که شروع شد ما دیگه اونجا رو ترک کردیم و ولی جناب نجفی دیگه نگفت، جناب سیاسی نذاشت که بیاد، بلافاصله اومدیم ملحق شدیم به بچه ها. حالا جناب محبی بیشتر اینجا خاطرشون هست، همون موقع که پایگاه رو زدن شخصی بود به نام آقای رستگار، خدا بیامرزه بهش، یه اتوبوس میاره تو دم پایگاه تمام زن بچه های خلبان ها رو برمیداره میبره توی خونهش و توی هتل نگرشون میداره، من جمله خانواده جناب افشین آذر. من فکر کنم که بیشترین کسی که با محرم بود و رفت آمد خانواده داشت من بودم که همیشه خانوادهش دست من میسپرد و میرم ماموریت رو میمد. و در روز آخر که خوب من باش صحبت کردم
اسمش غلام حسن افشیناسر هستش، غلام حسین نیست، غلام حسن افشیناسر هست، یه آقا رضا داره و یه دختر خانم فکر کنم رومینا اگر خاطرم باشه، و باش صحبت کردم گفتش که دیگه همون قبل از اینکه بره ماموریت یه خداحافظی کرد و گفت بچه ها دست شما، و منم چون گفت یه چیزی مهم من اینجا خدمت شما بگم که اینا برای فرماندهان آینده متاسفانه جناب بربری و دلحامد رو به یه طریقی زدن، جناب علی اقبالی دوگاهه همینطور، هر جانشالو و حجتی رو همینطور، و هفشنازن هم همینطور، و خود من با جناب آقاسی رفتیم، ما رو هم به همین صورت که اینا رادار قوی داشتن پسر ما، پسر اوپ ما، ما به صلاح اینستراکشن میدادن و سریع ظاهر میشدن، چون هواپیمای F5 APR 36 و 37 نداره که را سیستم رو نداره که بفهمه که الان از کجا بهش حمله شده، ما ویژوالی رو باید میدیدیم و هر جا قفلت میکردیم متاسفانه میخوردیم، یعنی از بهمون میزدن و 90% بچه های ما رو به همین صورت زدن، و اپوریام که داشتن من خودم بالا بودم که خدا بیاموز غلامیان و خزبایی رو، من تاپ کاور اینا بودم در دیتپول، اینا رو زدم، اونا با اپیارتر سیتیتر سویل ساندو اینا رو منحرف میکردن، ولی از پشتشون ما تاپ کاورشون بوده و نمیذاشتم از پشتشون حمله بشن، و غلامیان رو زدن و شهید خزرایی با محسن نیکوکارم اونم زدن که اینا اومدن توی خرم‌آباد پریدن بیرون، هواپیما آت آف کنترل شد. در رابطه با اینا و جواب منصور محمدی آزاد خدا بیامرزه جوه شاد، من نمیخوام بگم من خیلی آدم پاکی هستم، خیلی چیزها رو پیش بینی میکنم، ولی یه چیزی رو من خدمت شما بگم و این رو از من همین جوری بپذیرید، منصور محمدی آزاد رو من در سال 1356 1356 دیدم چه جوری زدنش، شب خواب دیدم که یه هواپیما داره میره، کابین نداره، بدن خلبان بیرونه و بدنش سوراخ سوراخ شد، و منصور محمدی آزاد توی این هواپیما هست، متاسفانه فرداش یه هواپیما F-14 توی اصفهان خورد به زمین، علی عابدی بود و کابین عقبش هم یه امریکای پرید و زنده در اومد، ولی آقا علی عابدی بیهایند پاور کرف که شما F-14 هم پرواز کردید بیش از 19 یونیت انگل فتک داشته باشه دیگه نمیشه ریکاور کرد، خورشیدی هم همینجور خود، داریوش یاوری و ابو عطا هم همینجور خود میکنیم، و متاسفانه من منصور محمد آزاد اونجا دیدم که خود سال 1956 که همینجور تو جزیره مینو وقتی گرفت زدن تو جزیره مینو وقتی داد میمد بالا تیربارونش کردن این شهید بزرگوارو، و خیلی خب جواب محبه بهتر میدونن دو فرزمون جواب مجد آقام هست، واقعا خلبان بسیار خوب و واقعا کارش درست بود، و برای یه کمار عواقه ما چقدر حرس و جوش میخوردیم که برای آموزشی که در فیسبوک خدمتشون بود. این در مورد این آقایون. در رابطه با عباس اکبری و مهدی ذوقی روحشون شاد چه اینا F4 میپریدن، من فقط از دور و دور سلامت یکی داشتم با اینا، ولی دیگه زیاد در موردشون چیزی نمیدونم، در رابطه با هر کدوم از بچه ها دیگه هستش بفرمایید من در خدمتون باشم. بعد راجب جناب اقبالی و جناب اول ضمن عرض ادب و احترام خدمت جناب محمدیان تیمسر صرف آقا آسمان سلام عرض کردم سلام عرض کردم قربان
نور پشت سره، قیافه درست دیده نمیشه. جواد آقا بفهم، در رابطه با جواب اقبالی من خدمت شما عرض کنم احتمال 99% جواد آقا و جواب عطاخان حرف من قبول میکنن. جناب اقبالی دوگاهه با شفیع حسین پور رفتن پرواز موسل و یکی از بی‌نظیرترین خلبانا و باسوادترینشون جناب علی اقبالی دوگاهه بود که متاسفانه وقتی که رفتن به همون صورتی که عرض کردم افشین‌نظر رو زدن، ایشون هم زدن و برای سر ایشون جایزه تعیین کرده بودن که دیگه متاسفانه دیدیم که به چه صورت ایشون را از بینش بردن و خیلی خیلی قلبان باسوادی بود و روحیه ما بود. اگر خاطرش باشه جناب محبی، هیچ وقت یادم نمیره جناب احسان فاضلی بود توی اتاق اطلاعات عملیات و جناب اقبالی هم بودش و داشتن میمدن مثلا این کار اگه اوبرارا اینا را بهمون بدن، یه M1 17 باید میرفتیم میزدیم مقبنچه بخونه بگه M1 17 you know what I mean، این رو همش میخوند جواب اقبالی و اون روز رو M1 17 رو بردن زدن و متاسفانه دیگه راید آخر چه با آقای شفیع حسین پور رفتن، اونم از خلبانان بسیار خوب و با سواد و مرتب و منظم بود و رفتن. درود به شرف همه شون. و در رابطه پرویز بفرمایید. ببخشید من اومدتون چون نمیخوام رد بشیم از اینجا. اون روز صبح من یه ماموریت رفته بودم، برگشته اومدم سیام سرگرد رستگار، تیم سر رستگار امروزی که معاون عملیات بود، هم رسیدم پست فرماندهی معمولا جواب فرزانه یه سوال جواب میکرد چی بود چجوری شد چطور شد و اینا، سوال جواب پس دادیم گفت حتی بودو بودو آلرت. ما رفتیم چلو فلاس رو برداشتیم رفتیم آلرت ساعت اون روزم چون من صبح وسط روز رفته بودم نمیدونم چجوری بود، حالا برنامه رگله نبود، ساعت همون عصرش ساعت حدود 3:30-4 یکی اومد بار عوض کرد گفت بیا برو تو، گفتن تو برو. دوباره من برگشتم اومدم کامپوس، اومدم بالا دیدم همین شهید استاد اقبالی دوگاه اومد گفت اتا بی اینجا بینم حالش داری اسم بریم، گفتم قرآن راستش میخواه یا دستور اجرا کنم، گفت نه دستور مستور نیست پیشنهاده، یا آره یا نه، نهشم هیچ تبعاتی نداره. گفتم به خدا خیلی خستم. بعد از این ور حسین پور اومد گفت حسین پور بی اینجا بینم، اومد و رفتن نشستن بریف کردن و رفتن دیگه. این آخرین دیدار ما با شهید اقبالی بود که اتفاقا اون شبم تقریبا تو اون بره آخرین شبش تو تبریز بود، فردا صبحش قرار بود بره مرخصی چون زن و بچهش اونجا نبود، اومده بودن ماموریت این یاد باشه 5-6 نفر از استاد از ستاد تاکتیکی و ستاد نیروهای اینا اومدن 10-15 روز قبل از جنگ اومدن پایگاه تبریز. بعد ایشون اون روز نوبت مرخصیش بود، یعنی فردا قرار بود بره مرخصی که متاسفانه این اتفاق افتاد و دیگه هیچ موقع ما زیارتشون نکردیم. جان محمدیان عزیزم بر شما بفهمید سر. من جناب ورتبانم خاطرتون باشه که امشب سالگردشون هست. صدای منو دارید؟ بله. آیا همزین صدا منو دارین؟ بله. خب. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزانی که امشب در لایف بسیار پرمحتوای جناب همزهی حضور دارن، همچنین خدمت بزرگواران و اساتید خودم جناب محبی، جناب خانی و خانواده های محترم شهدایی که امروز ها مصادف هست با سالگرد بازگشت پیکر مطهرشون به مام بیهن، سلام عرض میکنم و خدمت فرزندان جناب شادروان مرحوم ورتبان که ما ارادت خاص خدمتشون داشتیم از در تبریز هم همسایه بودیم سلام عرض میکنم.
من در خدمتون هستم آقای حمزه، بفرمایید اگر فرمایش شده. آقا مرتضی خانی هم که بعد مدت ها دیدیم، حالا جام محبی رو هر روز ببینیمش هر از کایی دوباره ما بنیم هست الان به جز شما جام تیمسار رمضانی هست، تیمسار موسوی هست، جام رستگار فن احتمالا فقط تلفنی میخوام بیان بالا چون شرایط اینستاگرام ندارم. جان بله. آرام استنبول هستن، هر کدوم از آقایون اگر مطلب نداشتن مثلا صحبتی نداشتن میرن نفر دیگه میاد، روال برای هر کسی هر خاطره ای راجع به هر کدوم از این عزیزان که امروز سالگردشون هست یا سالگرد ورودشون هست بفهمن به همین شکل رندوم بریم جلو. من یه مطلب به خاطر اینکه ادای دین که جان محمدیان صدای جان محبی رو نمیشنوم من. قطع شدن فکر کنم جان محبی. بله صداشون قطع شده جان محبی. شما بفرمایید جان محمدیان، شروع کنید شما. بسیار خوب، ما برای اینکه امشب الحمدلله به هر حال تعداد عزیزان تعدادشون زیاد هست برای صحبت کردن، من سعی میکنم مختصر و مفید در رابطه با این عزیزان هر خاطره خاصی رو که من در نظر به اصطلاح یادم هست بگم. در رابطه با ببینید تبریز الان جواب خانی اشاره کردن، سه تا گردان ما داشتیم، 21، 22 و 23. ما در گردان 21 بودیم، شهید آزاده اسدالله اکبری فرمود گردانمون بود، اگر اشتباه نکنم شهید بربری گردان 22 بود و شهید افشیرازه گردان 23. این هستش که خب تا قبل از اینکه جنگ بشه و اینا ما زیاد گردان ها پرخلبانشون با هم دیگه به صورت پروازی نمی کردن، ولی به هر حال دورا دور آشنا بودیم. خدمتتون عرض شود من یک خاطره ای دارم از شهید بربری. صدای من داره این آیمزه؟ بله کاملا بله. ببینید دقیقا یادم نمیاد روز چندم جنگ بود، همون اوائل جنگ بود که شهید بربری یه ماموریتی رفته بود برای کرکوک و اینطور که کرکوک بله، بعد اونجا براش یه چند تا موشک سام شلیک شده بود که واقعا با مانورایی که کرده بود این موشک ها رو دیفید کرده بود، اومده بود یک حالت خاصی پیدا کرده بود. بعد ایشون رو فردای اون روز آلرت بود، منم باهاش آلرت بودم، دوتایی آلرت بودیم. اومد خیلی اصلا حال روز خوبی نداشت، خیلی ناراحت بود، گفتش که محمد یان حواست باشه من یه دراز بکشم، یه خود بدنم کمرم درد میکنه، نمیدونم حالا حالت سربخوردگی داشت حالا چطور بود. ایشون همچین که دراز کشید 4-5 دقیقه نبود یکو بلند شد نشست. گفتم چی شد جواب بربری؟ گفتش که ببین همین الان من دوباره این موشکا رو دیدم تو خواب بغلم رد شد. به هر حال این داستانی بود که من ازشون دیدم و بعد فکر کنم اگر اشتباه نکنم روز بعدش بود یا دو روز بعدش بود که یک ماموریتی رفتن اینجا جا داره از وینگمن ایشون هم که بسیار پسر شجاعی بود به نام شهید ابراهیم دلحامد که پاکسازی شده بود رفته بود و با شروع جنگ همون ساعت 3:04 بعد از ظهر اومد خودش رسوند دم در پایگاه و بالاخره خودش رو به زور به پایگاه تحمیل کرد که میخوام پرواز کنم، که ایشون هم وینگمن ایشون بود. اما یه مسئله دیگه راجع به شهید بربری و شهید دلحامد، ما سال 64 بود یا اوائل 65 یک خلبانی رو در دسفول زدن، یک سرگرد عراقی بود، اینو اووردنش پایگاه. خب یه خوردم مردم توی مردم های افراد محلی خودم نوازشش کرده بودن، حالا روز خوشی نداشت، اومد تو پایگاه، ما اینو برداشتیم بردیم توی یک نارخوری دسفول داشت برای نارخوری خلبان ها، گفتیم ببریمش اونجا، بردیمش اونجا نشسته نهار خوردیم بهش دادیم خورده اینا. بعد ما همیشه بیشتر از این اسرای عراقی خلبانا ما کاری نداشتیم نسبت به اینکه حالا اطلاعات کارهای عملیاتشون رو بگیریم، حالا اون دیگه وظیفه اطلاعات عملیات رو می‌گرفت، ما بیشتر
همش میخواستیم در رابطه با بچه های خودمون که اون بر افتادن یه اطلاعاتی بگیریم. به این سرگرده یه 15 نفر خلبان بودیم، بهش گفتیم که شما از کجا اومدی؟ گفتش که من پایگاه اصلی موصله، میگه 23. برای این عملیاتی که الان شروع شده ما دیپلوی شدیم، گسترش پیدا کردیم به جنوب، الان هم از ناصریه اومدم. تا گفت موصل، ما یاد من چون تبریز بودم یاد بچه هایی افتادیم که در موصل از دست دادیم. اینکه بهش گفتم که خب شما از این خلبانایی که توی ایرانیایی که اون بر افتادن اطلاعی داری اینا؟ یه خورده فکر کرد، بعد گفتش که دو تا هواپیماتون اومد اونجا، رفیق من اونها رو زد افتادن، دوتاشون شهید شدن. گفتم خب اسامیشون چی بود، چطور بود اینا؟ گفتش که یه انگلیسی دست پشکسته گوی I remember one of them was Barbary. حالا گفتیم بربری؟ گواره. گفتیم چجوری دیدی؟ گفت یه کارت شناسایی بود ازش که اینا. خب متاسفانه برای ما اونجا دیگه تقریبا کانفرم شد که شهید جناب بربری و جناب دلحامد که یادش بخیر، این دو نفر شهید شدن. این در رابطه با جناب بربری. در رابطه با شهید ذبیحی، شهید ذبیحی هم ما همگردان نبودیم ولی دورا دور با ایشون در تماس بودیم. من هر موقعی که از جویبار رد میشم که ظاهرا زادگاه ایشون هستش، که اونجا خیابونی به نام شست مجسمه هست و اینا، یادش میفتم به خاطر دو تا مسئله. همون روزای چهارم پنجم جنگ به هر حال ما از صبح تا شب همه درگیر بودیم دیگه، شوفاژای خونه ما، همه خونه ها اونجا اون وقت هم تبریز خیلی سرد شد، این نفت میگرفتیم. ما اومدیم با لباس پرواز، دو دقیقه فرصت داشتیم رفتیم وایستیم نفت بگیریم، دیدیم یه صفی ماشاءالله تو پایگاه تبریز. یهو دیدم جناب ذبیحی اومد گفتش که چرا اینجا وایستادی؟ سلام علیکم. گفتم میخوام نفت بگیرم. گفت من تو که نباید نفت بگیری، من تو با در خدمت پرواز باشیم. هیچ وقت یادم نمیره این دبای نفت من گرفت رفت پر کرد آورد گذاشت تو ماشین. و اما مسئله بعدی روزی بود که ایشون شهید شد. من تو پست فرماندهی بودم و نشسته بودیم با جناب بقایی. این فلایتی که اینا رفتن 4 فروندی برای پالایشگاه کرکوک بود، قشنگ یادمه که جناب دانشپور بود، جناب شهید اردستانی بود، جناب ذبیحی بود و اگر اشتباه نکنم نفر بعدشون جناب هوشنگ آقاسی بک بود، حالا رو این یه خود شک دارم. اینا به محض اینکه تیک آف کردن رفتن، دیدم جناب امیر بقایی یه حالت مضطربی داره، بلند شد یه خود ناراحت گفتش که من ناراحتم، این فلایتو میزنم. بعد من خود نگاهش کردم، اینا یه بلند شد گفت زدم. به هر حال درد سرتون ندم که متاسفانه وقتی فلایت برگشت و اومد و لیدرشون تماس گرفت و گفتش که آره ذبیحی رو زدن، واقعا نمیدونم چه جوری به ایشون الهام شده بود که تو این فلاد یک نفر ما از دست میدیم. به هر حال شهید ذبیحی بعد خلبان شجاع و خوش اخلاق، خوش برخورد و بسیار آرام و متینی بود. این به اصطلاح چیزایی هستش که من از ایشون به یاد دارم. و اما جناب جهانشالو، جناب جهانشالو از دانشکده ما هم دوره بودیم با هم و خب به هر حال ایشون چون قبلا خدمت کرده بود یه مقدار زبان اینا جلوتر بود، ایشون خود زودتر رفتش امریکا. وقتی برگشت در تبریز باز ما خدمت ایشون بودیم و با هم بودیم، خیلی دوست بودیم، صمیمی بودیم، منتها خب گردانامون فرق می‌کرد. ولی اون نکته مهمی که من همیشه به یاد دارم از شهید جهانشالو این هستش که ما اون موقع چون همه خلبانا خونه کم بود تبریز، به ما هتل ستاره اتاق داده بودن، ما بچه هایی که به اصطلاح جوان هایی که تمه ازدواج کرده بودیم هم تقریبا هم ردیف بودیم، ما اتاقامون بغل هم بود، من این قبلا هم فکر کنم گفتم، و همسایه بودیم با هم دیگه. معمولا با هم صبح می رفتیم وای می استادیم ماشین می رفتیم بعد از اورها بر می گشتیم و خب بغل هم بود، همسایه هم بودیم.
روزی که ایشون به هر حال رفت ماموریت و برنگشت، باور کنید من تا پاسی از غروب و شب روم نمیتونستم چجوری برم خونه. یعنی واقعا اون موقع هم هنوز فرزنده ایشون به دنیا نیومده بود، به قدری من ناراحت برای همه اونایی که اون روز اول به خصوص شهید افشین‌آذر، شهید حجتی و شهید جانشالو اینا به هر حال رفتن، خب برای همشون ناراحت بودیم، بسیار غمگین بودیم. اما جانشالو چون هم کلاسی من بود و هم همسایه من بود و من یه جوری خودم رو اصلا متعهد دونستم که حالا من چجوری به همسر ایشون بگم، به هر حال هیچ وقت یادم نمیره که واقعا چه روزهای سختی بود. و اما اگر اجازه بدین آخر کلاممو یادی کنیم از مرحوم ورتوان. مرحوم ورتوان ببینید علاوه بر این که پرواز خوبی داشت، ولی شاخصه ایشون مدیریت ایشون بود که یک مدیریتی داشت که به کسی باج نمیداد. اون موقع این دوروریا نهادها این برانور خیلی دوست داشتن تو کار فرماندهی دخالت کنن، ایشون خیلی قرص و محکم وای میستاد. انسان صادقی بود، حرفشو میزد. من با ایشون همسایه بودیم، توی بلوک بودیم، از نزدیک به هر حال خیلی رفت آمد داشتیم. هیچ وقت من ندیدم که ایشون در مقابل فشارهایی که واقعا میوردن روی فرمانده من، ایشون بتونه به قول معروف عقب نشینی کنه. بسیار آدم مدیری بود. من به جرأت الان دارم میگم آنچه که خیلی چیزایی که من میدیدم از ایشون یاد گرفتم، تونستم در دورانی که خودم مسئول بودم، فرمانده بودم، واقعا اونها رو اجرا کنم. چرا که میدیدم اینها یک مدیرای هستن، یک افراد خاصی هستن که اینا از زمان قبل از انقلاب اون مدیریت بالایی های خودشون رو دیدن، الگو برداشتن و به هیچ عنوان حاضر نیستن اینا تحت شرایطی که الان وجود داره بخوان کوتاه بیان، نمیدونم چه میدونم، فشلش کنن. به هر حال انسان بسیار مهربان، خوب، خوش برخوردی بود، هیچ وقت من نمیتونم فراموشش کنم. روحش شاد. سلام دارم خدمت همسر گرامی ایشون، دختر خانم ایشون روز خانم، پسر بزرگشون کوروش و فرزند دیگرشون پوریا. انشالله که هر جا هستن سالم و سلامت باشن، روحشون شاد باشه و من در خدمتون هستم. دیگه فرصت بدیم به بقیه دوستان. قربونتون برم. من سلام جناب شریفی راد رو خدمت هر سه شما عزیزان میرسونم. جناب شریفی راد عزیزم سلام ما رسونین خدمتشون، دستبوسشون. بله، استاد ما بود و بزرگوار، شجاع، هیچ وقت یادمون نمیره. همگی ما بچه های تبریز، جناب محبی، جناب خانی و بقیه. عرض کنم در جناب ورتوان خدمتتون عرض کنم روح شاد. جناب ورتوان استاد همه ما بود، خدا بیامرزدشون. همینطور چه جناب دوست عزیز بزرگوار جناب جواد محمدیان گفتند، واقعا اخلاق، شجاعت، مدیریتش بی‌نظیر بود. اوایل جنگ دستبول خب تحت محاصره و به هر حال هم موشک می‌زدن، هم هواپیما می‌اومد، هم توپخانه می‌زدن و متأسفانه از جایی بود به اصطلاح منبع آب، سازمان آب، چتر خمپاره می‌زدن تو پایگاه و بیشتری صدمات رو پایگاه دسپول دید. روح همه کسانی که در دسپول شهید شدن شاد، چه پرسنل فنی، چه غیر فنی و خلبان و دیست، حتی سرباز، خدا بیامرزدشون. بنا کردن از تبریز کمک بفرستن به دسپول. من ایمان دارم که هم خود جواب محمدیان، هم جواب محبی و جواب موسوی صحبت های من رو تایید میکنن که بعد از ظهری بود روانشاد فروز حاتمی، یعنی عبدالحسین حاتمی، قرار شد که بره دستپول و خلاصه نزدیک غروب بود چه بلند شدن رفتن و ما همه از تبریز میرفتیم دستپول کمک میکردیم. تا من رسیدم خدا بیامرز
جواد برتبان خب استاد ما بود، هم علاوه بر استادی دوست ما بود و من خاطرم هستش قبل از انقلاب من یه بنز داشتم، ایشون مهمون داشت، قاسم گلپرور بود، اصل اکبری بود، تیم آکروجتا اومدن بنز منو گرفتن رفتن آبادان و برگشتن، بنزشون رو به ما دادن چند روز. در حال گفت کلمه چه گفت تیفودا قربانت بشم، دست منو گرفت، دست منو گرفتم رفتیم یه برنامه پروازی داشتیم، برنامه پروازی دسفول به این صورت بود که همینطور به ترتیب می نوشتن علی محمد نادری با فلان، آرام با چی، ورتوان با چه کسی. ایشون من انتخاب کرد با خودش بریم یه جا هستش به نام جوفیر که یک ستون عراقی داشتن اینا میمدن، همینطور سر انداخته بودن پایین میمدن و یه جا اصلا پایگاه درست میکردن که ماشینالات سنگین بود و من دنبال ستون میگشتم چه گفتش خانی همینه بزن، سمت چپ من بود، من به راست، گفت بزن دیگه. ما رفتیم همین جایی که پایگاه زده بودن و ماشینالات سنگین بود اونجا، ما اونجا رو زدیم و دو مرتبه برگشتیم. خب یه مقدار لط و پار شده بود، آرایشش به هم خورد، دو مرتبه رفتیم تا بعد از ظهر ما سه مرتبه با خودش رفتیم اونجا زدیم، بچه های دیگه هم میرفتن میزدن. این داستانی این بودش که در دسفول انجام شد. در شیراز هم فکر میکنم که سال 66 باش بود جا محمدیان، اون روزی که شما با آقای بربری بودی روز چهارشنبه 15 مهر ماه بود که تو آلرت بودی، بغل دستتونم اگه خاطرت باشه داوود صادقی نشسته بود و خدا بیامرز ابراهیم قربانی اگه یادتون باشه، حالا نمیدونم ولی من تاریخ ها رو قشنگ و دقیق میدونم. حافظه شما رو قبول داریم آقا مرتضی. روز پنجشنبه است خدا بیامرز ابراهیم قربانی رفت کرکوک زد و روز جمعه ابراهیم دلحامد روانشاد دلحامد و درود به شرف خودش و برادرش، اونم واقعا خلبان بسیار خوبی بود چون تو افور زدنش دو مرتبه هم زدن ایتونا توی به اصطلاح باید ابراهیم دلهامه که بهش میگفتیم ایرج رفت زد. واقعا این مردان بزرگ نمیشه به اصطلاح اسمشون نبرد. یه پسرم داشت بابک جان بود که حالا باید دیگه مرد بزرگی شده باشه و از حالا من به خودش بهجت خانم سلام میرسونم به خانواده بزرگش و متاسفانه روز جمعه بود که اینا رفتند و اینا رو زدند. روز قبلش هم ابراهیم قربانی که واقعا بی نظیر بود خدا بیامرزدش رفت کرکوک زد، یه آنتونوف هم زده بود و عکس هم گرفتند و آوردن و چه متاسفانه دیگه میگم این دوستان از جناب برتبان اومدیم. به هر حال برتبان نگذاریم، ما یه کلاس آموزشی دوران آموزشی توی شیراز تشکیل دادیم و قهرمان ملی ما جواب برادپور اونجا فرمانده بود و ارتبارم یه پستی را داشت اونجا، سر یه موضوعی بحثشون میشد و جواب برتبان و جواب برادپور چه به هر حال برادپور حرفشو درست میزد ولی ایشون قانونی میزد، به هر حال برادپور برنده شد و ما هم علارغمی که جناب برتبان رو دوست داشتیم و تابع ایشون بودیم گفتیم حق رو به جواب برادپور دادیم. یه موضوع همه ما ها اونیم، همه ما
خود این جواب محبی رو بفرما، خود جواب جواد محمدیان و دیگران و دیگران، همه ما اون هستیم، ما هممون اقبالی. من که میگم آقای اقبالی تا 100 سال دیگه خلبان بس با سوادی آقای اقبالی نخواهیم داشت، دیگه خلبانای ما همینطور دارن میرن تحلیل میرن و دیگه نخواهیم داشت. 100 سال دیگه ما دانشمندی به نام دانشپور، جوادپور، نویپور، صادقپور، خدا بیامرز ستاری، همه اینا رو ما از دست نمیخواهیم داشت. غلام حسین افشین، غلام حسن افشین‌آذر، اسدالله بربری، حالا قاسم گلپرور چه رفت، خدا بیامرز قاسم برزگر رو، همه اینا رو نخواهیم داشت دیگه. و کسی دیگه هم بودش که بگم در رابطه صحبت کنم؟ اسما رو بخونم که امشب باز یاد کنیم، فقط تو ذهنتون باشه شما عزیزان: شهیدان محمدی، آذر، اقبالی، بربری، جهانشاهلو، اکبری، ذوقی، ذبیحی، افشین آذر، ورتبان، شهید دوران. همین عزیزانی هستن که امشب یادش بود. من ذبیحی رو بگم، ذبیحی هم هست، ذبیحی که میخوست بره شهر. ما توی یه بلوک بودیم، این طبقه پایین زندگی میکرد. اوائل جنگ دیگه عرض کردم شخصی به نام آقای رستگار بچه ها را خانواده رو برداشته بود برده بود خونه‌ش، تو هتل بودن. جناب محبی بهتر از من میدونه اینا را. اون وقت تو بلوک ما به اصطلاح خاموش بود، برق هم نداشتیم، یه کفتر بود، این بالش شکسته بود و تا طبقه پایی ما صبح تاریک میمدیم، میرفتیم پرواز تاریک هم میمدیم، به اصطلاح پرنده پر میزد اینجاش و حقیقتا میترسیدیم، تاریک میرفتیم. من یه شب گفتم دل به دریا زدم، گفتم اومدم پلو آقای ذبیحی، یعنی همون شب آخرش بود، این چراغش رو روشن کرده بود و لامپ بس شم روشن کرده بود و پتوی سیاه زده بود و صحبت کردیم و یه مقدار با هم نشستیم و گفته بود، گفت خانی من دارم میرم ها، دیگه میرم ها. خلاصه با پرواز که رفتن، این پرواز دو قسمت شد به دلیل اینکه برگشتشون نتونستن هر چهار فروند بیان، جناب دانشپور با اون ویگمنش جدا شدن و جناب اردشتانی با شهید پرویز ذبیحی جدا. اینا خب ما هم تب میپریدیم، خب چپ هم که میرفتیم اونجا میپریدیم، خب میفهمیدن که به هر حال یا باید به ما حمله کنند یا به هواپیما چه به اصطلاح رفته استرایک بزنه. این خب رادار به ما گفتش که در کجا در چه موقعیتی هواپیما هست. خب ما قصدمون این بود که اینا رو یا مشغول کنیم و اگر قرار شد بهشون حمله بکنیم که اونا برگشتن. متاسفانه وقتی برمیگردن جواب اردستانی، شهید اردستانی دو تا میگه 23 میبینه و همینطور که میمدن ذبیحی وانمود میکرده که آره من حالا مثلا رگوار میبندم و با صدا توی رادیو رگوار میبسه که گفت دیدم، میگه 23 سری برگشت در جا برگشت و متاسفانه ذبیحی رو زد. بهش گفتم بیا ول کن، البته خب اون چه داشته کارش میکرده، ولی میگه 23 خیلی سری در جا بر میگشت. در رابطه با دوران خدمتتون عرض کنم، متاسفانه باید بگیم ما این سوء مدیریت ها باید از بین برود. ما اقراض شخصی اینا رو باید توی سیستم رد بکنیم. شهید اردستانی با دوران صحبت، یعنی بگو مگو کردن تو کجا، توی امیدیه. اردستانی فرمانده پایگاه بود و دورانم با ناصر کاظمی و منوچهر طوسی و علی بختیاری، ببخشید عنوان نمی کنم، اینا همه بزرگوارن، قهرمان ملی ما هستن، اینا اومده بودن کمک توی امیدیه. منم مسئول مثلا گروه بودم، از تهران منو خواستن، خدا بیامرز دادپی گفت خانی دو فروند هواپیما فانتوم ها برنامه ریزی کنید بیاد به همدان. خب من برنامه شو رفتم فلایت بلند نوشتم و دوران تو گردان نشسته بود، چون محل زیست ما و محل کار ما یه جا بود و با اردستانی هم خیلی درگیر شده بودن، چه خیلی دوران خیلی دیفورمه شده بود، از اینجا
یعنی جوری دیفورم شده بود که دیگه شاید مثلا تا چند روز آینده ریکاوری نمیشد بکنه. به هر حال این دیدم چه خب بهترینش اینه که من ناصر کاظمی و خود عباس دوران و اینا رو بفرستم با دو نفر دیگه، بکنم انقطاع بود و میرزاییان. والا من نمیدونم کی خودشون آیا رفیقاشون میدونن اسامی رفقاشون رو میتونن ببرن یا نه. خلاصه من رفتم و فلاک بلند نوشتم و گفتم عباس جون اگر اجازه میفرمان شما یه امضا بفرمان اینجا و هواپیما حاضره. دو بعد از ظهر از امیدی بلند شدن به طرف همدان و رفتن. ایشون با همین اوقات تلخی و ناراحتی رفتش به همدان و ظاهرن یه مورد دیگه هم پیش میاد که با خانومش یه صحبت های بگو مگو که وقتی میرن با فرداش قراره با کاظمی برن ماموریت، به کاظمی تأکید میکنه اون سلکتور سویچ ها روی بوس نذارا، روی سینگل خودت بپر، که خب داستانش رو شنیدید و داستانش رو برای شما گفتند و شما هم شنیدید. روح شاد. البته یه زمانی دیگه ما رفته بودیم با کاکا ابراهیم کاکاوند بودش توی بوشتر، با جواب عباس رمزدانی رفته بودیم اونجا، ما رو هدایت میکردن توی به سلافاف چه هلیکوپتر بزنیم که اونجا جواب دوران خدا بیامرزه برادر دلحامد حسین دلحامد و دوران اونجا ما رو معرفی کردن با ایشون. خب به هر حال یعنی کسی بودش که بیشترین مأموریت رو جواب دوران رفت، که در حقیقت توی 111مین اشتراهی کش دیگه رفت و برنگشت و عمدن خودش رو زد دیگه. من اصلا قصد هم چیز دایمه تحصیلش تیچ میشه، میخواستم بینیم اشکال از شماست یا اشکال از سر اینترنت الان خوبه، ولی هی خطوره هست میشه مرتب. مثلا من شاید جان محبی اگه میگه صحبت های جناب عرض کنم، جناب خانی، جناب صادقی عزیز میگن درود به شما دوستان بزرگوار عزیزم خانی، محمدیان، محبی، آرام و روح رفیقان ناب شهیدان مردان مرد جهانشالو اقبالی آزاد شهیدانمان شاد بود به خانواده ها و فرزندانشان، فرزندان عزیزشان و نوشون ما. بفهمید جان محمدیان تا جان محبی مشکلشون حد میشه بفهمید اگه مطلب جان مونده راجب این شهدایی که این پایین نوشتم اگر که میخواین شما یا جان محبی. من ایزه بیدین چون صحبت استاد و اعتمان اومد، من تنها دوران خوشی که با ایشون داشتم دوران آموزشی گردان چلیه که آموزشی بود که جز استاد خلبان های گردان بودن. بعد دیگه هیچ موقع قسمت نشد ما طولانی در خدمت ایشون باشیم. رفتیم شیراز، من یادم اون موقع خدا بیامرزه تیمسار محمد افشار که یه مدتی هم فرمانده پایگاه چهارم بودن، بعد ایرانیر بودن و فوت ایشون اون موقع تو چیز مهرآباد اومده بودن، کاپتان امیریان فرمانده تیپ شکاری بود، من هم اون موقع مهرآباد بودم. بعد ما گفتم بس گردان آموز تو شیراز را بیفته، فقط ما دو نفر بودیم. بعد این افنجای ایرو بینا رو یه تعداد ده دوازده تا من بردم دونه دونه، صبح می‌بردم اونجا پارک می‌کردم، بعد از ظهر یه بلیت ایرانیر می‌دادن دستم، سوار می‌شدم می‌اومدم فردا صبح یکی دیگه. تا بعد تصمیم گرفتن تا اینا صندلیاش آماده بشه با افنجی و اف آموزش تو شیراز راه بندازن که منو افشار رفتیم شروع کردیم. فکر کنم اون موقع افشار فرمانده بود، ما هم در دستش سربانم بودیم. ما رسید به یه جایی که گردان طوری شد که من شده بودم یکی مونده به آخر گردان، یعنی چیز جواب ورتوان اومد، بعد عباس جادی اومد، عسکری اومد، تیمسار جدیدی اومد، جناب قهرود اومد، خلاصه طوری شد که ما شدیم نفر یکی مونده به آخر گردان. بعدم تا اومد گردان پا بگیری یک کلاس، فقط اولین دوره که به ما دادن 10 تا فارغ التحصیل پاکستان بود، 10 تا فارغ التحصیل دانشکده پرواز ایران که اینا رو گفتن مقایسه کنین، آخرش
نتیجه رو به ما بدین که آموزش تو ایران رو ادامه بدیم یا پاکستان هم بفرستیم، که آخر کار اصلا از نظر پروازی و سواد فارغ التحصیل های ایران با پاکستان قابل مقایسه نبودن، از نظر انضباط اونا خیلی جلو بودن. اگه دقت کرده باشین اونایی که میشناسین اون 10 نفر آموزش ایران الان فکر کنم 2 نفر یا 3 نفرشون زنده باشن، ولی از اون 10 نفر پاکستان اون که شاه صفی هم جزوشون بود، شاه صفی و نادر یعقوبی و قائمی و اگه یادم باشه شاپروری فقط یک کرد، یعنی یه دونشون از بین نرفتن. ولی این فارغ التحصیل ایران ما مثلا ستاری با خدا بیامرز نقدی شهید شد، اون کیا حسینی و قمبرزاده خدا بیامرزشون دوتایی با هم خوردن زمین، خلاصه یکی دوتا بیشتر ازشون نمون. اینا من اون یه دوره خیلی کوتاه بود، یعنی ما ماموریت شیرازمون که مرتب میرفتیم میومدیم یه 2 سالی بود، هم آلرت میدادیم اونجا هم به گردان آموزی فعالیت میکردیم، منتقل شدیم 1/6/66 من قشنگ یادمه منتقل شیراز شدم، یه جمع شدیم و گردان آموزی را افتاد. من 1/2/67 منتقل شدم دستور، پشترم هم بچه های فارغ التحصیل شدن که یه تعدادی اومدن دستور و یه تعدادی هم رفتن تبریز. بعد از اون ور ما منتقل این از خدمت آموزشی که فقط آموزشی بود، این از شیراز بود، بعد تبریز جناب و ارتباط آوردن، شدم فرمانده پایگاه. من نمیدونم دقیقا چه سالی، ولی من 1/6/62 منتقل مهرآباد شدم گردان عارف 5. اینه که اونم مدت زمان بسیار کمی بود، ولی در همون مدت تمام صحبتهای جواد خان محمدیان همه رو من تایید میکنم، بسیار انسان والا وارسته، بعد مدیر مدبر پرواز کردی هستن، ما حق اظهار نظر نداریم در مورد ایشون، باز استادای ایشون یا همدورهاشون اظهار نظر کنن که ما کوچکتر از این صحبتهایی. یه مطلبی هم منصور محمدی آزاد اینجا ذکر خیرش شد، من دوست دارم یه صحبتی هم جناب خانی کرد، الان یه اینا از حالت محرمانه در اومده میشه صحبت کرد. یه روز تو بریفینگ عملیات ما همه رو جمع کرده بودن، ارمیستانی داشت سخنرانی میکرد، ما رو ارشاد میکرد، وسط حرفش همین منصور محمدی آزاد بلند شد گفت خفه میشی یا بیام اون بالا خفت کنم، چون جمع خلبانه بود غریبه تو اون بود، و مرد حسابی چی دایی چرت و پرت میگه، ما گبریم، ما از چیز تازه از مثلا دین فلان اومدیم اسلام آوردیم، ما هم از اون جدن در جد و مسلمون، ما هم مسلمون چی رایی چه دیگه پایی میگم تا نیومدم بگیرم خفت کنم. یعنی من واقعا منصور محمدی آزادش اسم با مسلمان بود، بسیار آزاده، بسیار اصلا ترس و واهم از هیچی نداشت، یعنی هر جا هر احساس میکرد حق با خودشه و حرفش حقه، نمیدونم این فرمانده پایگاست، این تیمسار، این سرهنگ، این فلانه، من ستوانم فرقی براش نمیکرد، حرفش میزد. این یه مورد من قشنگ یادمه، تو بیرفین گفت به بردستانی گفت چی داره چرت و پرت میگیم، ما گبریم میخواییم تا نیومدم اون بالا خدمت کنم، چون هم دوره هم بودم با هم، خب خیلی عیاق بودن اونتا اردستانی اون موقع دیگه خیلی مورد وسوق بود، فقط یه آمورده هر جختشون و روحشون داد، خاطرات خوشی ازشون. بعد یه مطلب من در مورد اون چیز جواد بربری که جواد گفت، واقعا من یادم قشنگ این موشکه که مورد کرکوش، خب ما که هیچی نداشتیم، که تنها چیزی که ما یاد داده بودن بزرگان باز با چشم سامشیشو میدیدی، اگه میاد طرفت وای میستادی، احساس میکردی داره بهت میخوره، مثلا 5-6 میگشتی توش، اون اوورشوت میکرد میرم، ایشون همین کار کرده بود، موشکه اینجوری درست جلو کاناپی منفجر شده بود، اومد نشست، شمرده بودن گردان نگهداری، هواپیما 38 سوراخ داشت، حالا یه چجوری خدا نجات داده بود، این هواپیما به جای حساسش نخورده بود، پرواز کرده بود تا پایگاه تبریز اومده بود، 38 سوراخ رو بدنه هواپیما بود که بربری اومد نشست. بعد مثلا میگم الان اون موقع که ما تجربه نداشتیم، حالا نمیدونم فرماندهان اونم تجربه جایی نداشتن، مثلا من الان اگه عقل الانم اون موقع داشتم همون روز بربری 15 روز میفرستادم شما، گفتم برو دیگه این ور پیدات نشه تا بعدن حالت خوب شد بیا، منتها اصلا اینجوری نبود،
اکثر سوانحی که مثلا من الان دقت میکنم اون موقع اصلا نمیشه ایراد گرفت، الان دقت میکنم مثلا همین استون لشبری از اون روز اولی که شروع شد خدا بیامرزدش، مثل شیر اصلا پرواز و نمیدونم شجاعت و مجاهد اینا ترس و مرس هیچی. روز یه روز اصلی اومد برنامه من اینجا نگه باشه، من وایساده بودم همینجا تو کامپوس گندشو داره بردن هی کرکوت کرکوت اکبری کرکوت. جناب دستگاه تیمسان دستگارفر رو خط هستم، یه لحظه میخوام صحبت کنم. من همون فرداش اکبری رفت زدنش، حالا من نمیدونم چجی همینو خدا بیامرزه ظریف خادمم همین جی بود، روز قبلش یه قرنوندی کرد فردا زدنش، یعنی یکی نبود. مثلا الان شنیدم تو گردان خارج از کشور افتر روانشناس و دکتر روانشناس اینا خلاصه، و اینم گفتم که بگم من میخواستم در مورد جناب ورتوان صحبتی کرده باشم، انشالله که روحشون شاد همه خدا بیامرزه. خدا حافظ شما، شب شما بخیر. بمونید جناب دستگارفر، میخوام صحبت کنم باهاتون. جناب دستگارفر ما هستن در خدمت. بفهم هستن در خدمت. من عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیزم که از زبانهای دلاور و گلهای نیروی هوایی هستن. قطع شد صداشو مسی. سید قدیر رو خدمت خانواده شهدای بزرگ افتخاران و خوشحال هستم که شما میشنوم. انشاءالله در آینده بتونم این موزلم رو برطرف کنم که بتونم با اینستاگرام در تمت باشم. من در رابطه با این پهلوانایی که فرمودید با همشون غیر از اونایی که در افشار هستن با هم از قبل از هم دوست بودیم، با هم پرواز کردیم و با هم نشست و برخاست. مثلا مثل شهید اقبالی، شهید اقبالی از اسطوره هایی بودن که بعد از اینکه از پایگاه اسطوره به تبریز منتقل شدن و اخلاق و سکنات و صورت زیبا و نیکویی که داشتن و متواضع همه رو به سمت خودشون جذب. قرار بود که ایشون مسئولیت های بالایی رو بگیرن، ولی خب بعد دوباره انقلاب شد و ایشون رو منتقل تهران کردن. بعد از اون جنگ شروع شد ایشون دوباره برگشتن به کمک، تعداد زیادی از خلبانی استعداد وارد تبریز شدن و اینا هر کدومشون وزنه‌ای بودن، یعنی امید خلبان های جوان ما بودن. آقای شهید اقبالی مثلا ایشون در پروازهایی که انجام دادن در اون کم تمام مراکز اقتصادی، مراکز نفتی عراق رو با آتش کشیدن. حتی یادم یک شب من در پست فرماندهی بودم، آقای تیمسار فکوری خدا رحمتش کنه تشریف آوردن و هر دام با شهید اقبالی صحبت کنه. واقعا ایشون اسطوره است و دیگه اسطوره به ایثارگر نداریم مثل ایشون دیگه. همه بچه ها دوست دارم با ایشون پرواز کنم، دانش رو استفاده کنم، چرا که یک معلم جوانی بودن در نیروی هوایی که آفیس بودن مطابق روز بودن خود چه نگاه و ایشون با ایشون آقای فکوری با جناب اقبالی در اتاق با هم صحبت کردن، یه دستوراتی بهشون دادن که من دیگه به من گفتن شما بهشون برید من با ایشون کار دارم. حالا دیگه نمیدونم اون ماجرا چی بود، احتمالا برنامه های خاصی براش داشتن، ولی خب متاسفانه این افسری که با این همه پروازهای مهم و تاثیر دار انجام دادن یک روز ما متوجه شدیم که ایشون درگیر یه هدفی به نام مثلا رادار متحرک شد و بعد ارزش عملیاتی هم شاید نداشت. متاسفانه برآورد کردیم تمام خلبانای خوب ما
در مأموریت های اصلیشون که بسیار خطرناک بود ماشاءالله سالم برمیگشتن. در مأموریت های معروف خیلی ساده به علت این که چند بار حمله میکردن لوپس میکردن فلا اینا متاسفانه مورد حسابت قرار گرفتن و آقای اقبالی هم یکی از اونا متاسفانه. من هنوز نمیتونم اینو فراموش کنم، هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم، چون من در ستاد تامین استان بودم، کار پروازی روز ما تمام شده، من رفته بودم برای حفاظت آرایشگاه که از این توپهای اورلیکن اینا دور و برش بذاریم. وقتی برگشتن دیدم اکثر خلبانهای ما عزادار هستن. گفتم چی شده؟ گفتم که جناب سرگرد اقبالی شهید دیگه متاسفانه ما ایشون از دست دادیم. بشکم که یه در کتاب ها نوشته شده اون دیگه مدید بر اون شد که مستقام جنایتکار بلان بذاریم. خیلی متشکر تیمسار. ما به لطف جناب تیمسار از محبی ما با شما آشنا شدیم. من البته سعادت نداشتم با شما آشنا شدم، ولی ایشون اینقدر از شما پشت تلفن از قهرمانی رشادت شما یاد کردن و چقدر من خوشحالم که با چهره های شما عزیزان قهرمانان جنگ که در سکوت دارین زندگی میکنید آشنا شدم. من فقط میخوام چون جناب ورتوان هم دوره شما بودن، ایشون بعد از یکم پروتش کردن جنگ بشی با اونن تبریم و شدم به عنوان جانشین و فرماندهی پایگاه تبریم. بعد از یه مدت بشی بودن ایرانه و تو رفتن ایرانه در یک شبی متاسفانه درگیر سکته قلبی شد. ایشون هم از خلبانهای بسیار خوب و با دانش و یه سالگر بودم به خداوند رحمت شد. خیلی اصلا اینجا درود میفرستم به جناب تیمسار عطای محبی که خودشن یکی از اون رزمندگان به نام هستش و من در طول مدتی که در اونجا بودم بودم آقای محبی مأموریت های بسیار خوبی را انجام داد و همیشه جز مشتاقان و جز کسایی بودن که منتظر بودن. اصلا جب اون زمان طوری بود جان سرنگ همه دنبال این بودن که مأموریت برن. همه باور رو فرمایید من چند تا خلبان گریه می کردم با من دعوان می کردم چرا ما رو نداشیم چرا ما این عرب و تمترنگی و اسلامیت و همه کافی شده بود همه رو برات ما نمی شناختن. خلبان ها همه می خواستن به نفس کاری انجام که خوشبختان همه باعث شدن که تاریخ نیروی هوایی بدرخشه آثارش بمونه برای آیندگان. ممنونم تیم سار. من جناب خانی هستم اینجا، جناب محبی و جناب محمدیان عزیز، سه تا از بزرگان تایگر سوار. من میخوام اینا صحبت کنم، بفهمید هر کدومتون میخوام با تیم سار صحبت کنم، من زیاد مصادره اوقات نشم. جناب رستگار، جناب رستگار عزیز سلام عرض کردم. ما چه صدا تو نشناختیم، یه جوون 24 5 ساله بودید ماشاءالله، صداتون خیلی جوون شده. به هر حال خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم و در خدمت شما خدمت کردم و جناب عالی هم یه استاد اخلاق و خطاط بسیار خوب و رزمنده بسیار عالی بودید و تشکر میکنم به خانواده خودتون بسیار سلام بیزدیم طرفی مزده چخ سلام یه تیر. آقای خانی شما پات شما پات شهیدی پات چیز جاقه محبی کسب جاقه هسته بار پربندر خدمت شما سلام عرض میکنم. افتخار اینه داشتم که تو تبریز به عنوان شما معاون عملیات بودین و ما در خدمت شما بودیم. همیشه از حسن خلق و رفتار و کردار شما بهره‌مند بودیم، همونطور که هنوز همون موقع بودید ماشاءالله به قول جواب خانی رفتار و کردار و به قول معروف تیپ و قیافه و همیشه اوکی اکسلنت. مخلص شما هستیم. شما که بودید ماشاءالله هم اون زمان مدیر هم یکی از بانای داوطلب علاقمند بودید و من وجود شما افتخار کنم.
شاید یه داری تنگی نفس میگیرم. اگر من دوست داشتم که بیشتر با تو صحبت کنم. جان محبی هم بفرماین که بعد دیگه ما رفت زحمت کنیم بفرم. سلام عرض میکنم و عرض ارادت در ضمن مثل جناب خانی واسه به لحظه کرمانشاهی به جناب دستگار سلام برسون. نکنه همسر تیمسار دستگار آذری باشن که شما آذری صحبت کردید، چون میگن و از مولا نصرت پرسیدم بچه گفت هنوز زن نگیرید. همسرشون آذری هم من فقط عرض سلام کردم، عرضی ندارم، وقتشون رو زیاد نمیگیرم، وقت شما رو هم نمیگیرم، چون میدونم دوستان هستن میخوام بیان. از همه خداحافظی میکنم. من جناب حمزه عزیز خیلی ممنون از دعوتتون. مرسی جان خیلی خوشحال شدم همینجا دیدم. جواد جان انشالله رو در رو میگیرم طبق معمول. شب شما خیلی شاد و سلامت و سربلند باشید. رنگ عشق رنگین کمانی از عشق و تقدیم تیمسار رستگار فرد، تیمسار محمدیان، تیمسار محبی، تیمسار خانی عزیز میکنم و به این قهرمانان وطن که آسمانی شدن. درود بر شما، سپاسگزارم. تیمسار خیلی محبت کردید. یه شب در خدمتتون باشیم، افتخار دادید، سپاسگزارم. قربونتون برم. انشالله سر بایزاتون قربونتون برم. خدا. خب شما اگر میخواین تشریف ببرید، من دعوت کنم از جناب آرام، جناب رمضانی و مهمانای دیگه‌مون، بعد بریم خدمت خانواده ها. من خداحافظی میکنم منتها شماره منو به خانواده افشین آذر، جناب منصور محمدی آزاد و دیگر آزادان بدید یا باشون صحبت بکنم. چشم، ممنونم. تیمسار محمدی، طبق معمول همیشه شماها افتخار هستین و همیشه پیش قدم برای قدردانی از این همرزماتون. درود به شرفتون، دم شما هم گم. یا آبتین هم سلام برسید. جام خانی سلام برسید. امیر حسین هم برسید. آقا مرتضی خدا خود. خدا سلام برسید. خدا برسید.